سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید و با تبریک و خجسته باد روز جهانی کارگر به کارگران گرامی ایران. جمشید چالنگی هستم از استودیوی مرکزی ایران فردا در لندن با شما خواهیم بود در ساعت پیش رو. نگاهی میاندازیم به وضعیت کارگران در حکومت فقیه. حضور آقای حسن روحانی در تخت جمشید و آنچه که در تخت جمشید گفت. در یمن، عربستان چه میگذرد؟ جمهوری اسلامی در یمن در پی چیست؟ و موضوعات دیگر در ایران و منطقه. با من و شما هستند چون جمعه شبهای پیشین در استودیو آقای علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما و همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام. درود بر شما جناب چالنگی. من بعد خوش آمد میگفتم و بسیار خوشحالم که وجود شما اینجا رو منور کرده و خیلی ممنون که تشریف دارید و هستید و هر از گاهی که آقای چالنگی لطف میکنن سری میزنن به لندن به ما به رفقای قدیم و ندیمشون و هر حال اینجا جلوه بیشتری پیدا میکنه، کما که وقتی من میرم خدمت ایشون در واشنگتن باز همین عهد اخوت و مودت پای بر جا و ثابت است. این همه لطف و بزرگواری، ممنون و سپاس. اما امروز ما کشف کردیم که لندن تعداد پل‌هاش بیشتر از اونیه که من از مسیرهای آقای نوریزاده ما رو آوردن با هم بودیم. چندین پل رو تا اونجایی که من یادم هست یه رودخونه بیشتر نداره. چه بود؟ ولی زیگزاگ می‌رفتیم. راه بسته بود. راه بسته بود، ترافیک بود، می‌رفتیم این طرف تو. آقای سازگارا در واشنگتن سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. شما در پایتخت نیستید آقا، نگهداری پایتخت سخت شده. شما خیلی پایتخت آمریکا رو تنها نذارید. یه خود به هر حال مطمئنم شما به نحوی میرسید. من عرض ادب و سلام به جناب دکتر سازگاره عزیزم نکردم، معذرت میخوام، اینجا گرم گفتگو شدیم، ببخشید. و من کار پایتخت در اونجا به هر حال از این حرفا گذشته و امیدواریم که انتقاداتی که متوجه اوباما هست، پرزیدنت اوباما به هر حال به سرانجامی در جهت مسائل مردم آمریکا و سیاست خارجی آمریکا به ویژه در مورد ایران و بقیه کشورها بیانجام. اما آقای نوریزاده ببینید، امروز همینطوری که داشتیم میومدیم صحبت میکردیم، طبق معمول صحبت راجع به ایران بود و شما میگفتید، اشاره هم شد به کارگرایی که دیدیم. در امروز روز کارگر هست، کارگران ایران وضعیتی که دارن، آقای خامنه ای اومده گفته که بیکاری باید حل بشه، این بشه، اون بشه، در مورد کارگران و مسئولان باید این کارو بکن. من خود آقای خامنه ای مسئول نیست. وضعیت کارگران رو شما چطور می‌بینید؟ آدم وقتی انسانی بود که مسئولیت پذیر نبود همینطوری حرف میزنه. زمانی که اینا در جز مخالفان بودن همینجور مکرر انواع و اقسام ایرادها رو میگرفتن. بله بیکاری، میبینید چقدر مردم از گرانی رنج میبرن. خودشون اومدن
قضیه رو بر بدترین وجهش کردم، بیکاری به 20% رسید. ما اون وقت کارگر از فیلیپین و هند هم می آوردیم، یعنی کشور در حال تولید بود. ولی الان واحد های تولیدی ورشکسته، در حال رکود. و بنابراین این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه یه مش انشاست. ایشون میاد میخونه که انهو ایشون در یک کشتیه و بقیه در یک کشتی دیگه. خیر، کاپیتان این کشتی آقای سیدعلی خامنه‌ای، هر اتفاقی در ایران میفته ایشون مسئول. اتفاقا درست برعکس زمان شاه که میگفتن شاه مسئول همه چیز است، شاه مسئول همه چی نبود، برای که مملکت نخست وزیر داشت، وزرا سر. ایشون الان بالا دست همه حرف میزنه. روحانی یک کلمه اومد گفت آقا پلیس اجرای قوانین اسلامی مسئولیت نداره. آقا شروع کردن، بعدم 3-4 تا از این بالای 90 ساله های قوم و اون شکرفروش معروف پریدن وسط معرکه که آقا اسلام ما قانون ماست، قانون ما اسلام ما. و یعنی مملکتی است که نه چرخه مملکت میگرده نه چیزی. آقای خامنه ای هر روز نشستن یه انشا مینویسن میان برای مردم میخونن و کارگرای ما روز به روز وضعشون بدتر میشه. در خود خوزستان شما میبینی چه بر سر کارکنان نیشکر اومد، اون هفت تپه که با اون آرزوها برپا شد. برادر شما منوچهر شما در اونجا خودش از کسانی بود که پایه گذار اونجا بود. اون رو به کجا رسید آقای چالنگ؟ متاسفیم و همه کارگران ایرانی که وضعیتی خود شما بهتر میدونن. اما آقای سازگاره یک نکته هست، آقای خامنه این صحبت ها رو کرده به قول معروف خب وضعیت بده، کارگران وضعشون بده. آقای خامنه‌ای به قول معروف میگه که از کرامات شیخ ما این از شیره رو خورد و گفت بعض کارگران بد. در ایران یک نظامی سرکار هست که ظاهراً دولت اپوزیسیونه همیشه. آقای خامنه‌ای هم میگه مسئولان باید رسیدگی کنن، دولت هم میگه مسئولان باید رسیدگی کنن. کی مسئول این وضعیت هست در مورد کارگران ایران؟ بله درسته، این آقای قدیانی که در زندان انداختن ایشونو و خدا ایشالله حفظشون بکنه، مرد مبارز و سلامت و صادقی هستش، شبیه همین حرف شما رو سالها پیش میزد، میگفتش که مثل که یه عده زنگبار اومدن این مملکت رو خراب کردن، همه میگن خواستار درست کردنش میشن در دولت و بیرون دولت، و انگار نه انگار که مسئولیت متوجه همین آقایونی است که رشته امور دستشونه و در رأسش شخص آقای خامنه‌ای. آنچه که در اقتصاد ایران میگذره، در معیشت ایران میگذره، مستقیما مسئولیتش متوجه ایشونه. من فکر میکنم شاید بهترین صورت بندی رو از مشکل کارگران ایران اطلاعیه مشترک 7 تشکل مستقل کارگری بیان کرد که کارگران ایران چگونه در واقع امنیت شغلی احتیاج دارند، حداقل دستمزد یک خانوار برای خط فقر نزدیک 3,000,000 تومان در ماهه که فقط 712,000 تومان تعیین شده. بنابراین ببینید چقدر فاصله بزرگیه. خواستار این هستند که تبعیض برای زنان کارگر برداشته بشه نسبت به مردان. زندانیان کارگر که ده ها نفر از فعالینشون در زندان هستن آزاد بشن. تشکل های مستقل کارگری، سندیکای مستقل باشه و اجازه اعتصاب قانونی باشه که در بسیاری از نقاط دنیا هست و سندیکاها قانوناً میتوانند اعتراض و اعتصاب بکنند و مواردی از این قبیل که خیلی خوب کارگران صورتمندی کرده بودند و خواستار اون شدند. اما متاسفانه پاسخ خواسته های به حق کارگران با دستبند و زندان داده میشه. در آستانه همین روز کارگر نه فقط اجازه 13 سال، الان 14 سال شد، اجازه راهپیمایی روز کارگر که در سراسر دنیا برگزار میشه در ایران نمیدن، بلکه تعدادی از فعالین کارگری رو دوباره
دیروز و پریروز دستگیر کردند و روانه زندان کردند. اون وقت جالب آقای چالنگی، آقای خامنه ای نشستن اون بالا و صحبت فساد رو ایشون میکنه و میگه که مسئولین بیان برخورد بکنن، روزنامه نیستن فقط بگن، باید که با فساد برخورد بشه. یعنی گویی ایشون مسئول نیست. من نمیدونم واقعا، من این فرمایشات ایشون رو وقتی میخوندم پیش خودم گفتم یا به درجه اشد کمال ممکن ایشون نادانه یا درو و ریاکار در بالاترین درجه یا هر دو. و برای اینکه کیه که ندونه که سرمنشأ فساد در بیت ایشونه؟ کیه که ندونه که 44% اقتصاد کشور بیرون از هر نظارتیه و دست خود ایشونه؟ همه ارگانهای یه قلم یه سازمان زیر نظر ایشون 95 میلیارد دلار فقط ثروته. یعنی برخورد با فساد هر کسی بگه میخواد بشه، اولین قدمش اینیست که این سازمانهایی رو که متعلق به ولایت فقیه و سپاه و ده ها سازمان ریز و درشت دیگه ای که همشون هم به ولایت فقیه وصلن رو بعد گرفت، واگذار به همین کارگرا کرد، واگذار به مردم کرد. و این ریشه راندخوری، فساد و ارتباطات و مشکلات که پیش اومده رو بعد از اونجا خوش بود. اون وقت ایشون میشینه اون بالا و جالب ریاکارانه خواستار برخورد با فساد میشه و حرفای اینطوری. خب اشاره کردن آقای مددی بازداشت شده، هنوز به هفت‌تپه اشاره شد، گروهی از کارگران هفت‌تپه همچنان در بازداشت به سر میبرند و بیکار شدن. چون آقای نورزاده اشاره کردید، آقای نورزاده بد نیست یادی هم بکنیم از کسانی که ساختن سازمان آب و برق خوزستان رو، مهندس سهراب نارنجی از ایرانیان عرب، عرب‌های ایران، آقای سلطانی، مهندس شرکت، رحمانی، زندی و بسیار دیگه، آقای نقابت و بسیار خود مهندس روحانی، منصور روحانی بسیاری و بسیاری از کارگران، مهندس کرانی و بقیه و بسیاری دیگه. اما آقای نوریزاده صحبت ریاکاری شد، حضور آقای روحانی در تخت جمشید، بله، ملی‌گرایی کفر بود، تخت جمشید و روزای اول انقلاب رفتن خراب کنن، بله، این ریاکاری است یا اینکه دامن زدن به ناسیونالیسمی است که الان شاید بهش احتیاج دارن؟ چی هست؟ من اسم تخت جمشید اومد چون کارگرام صحبتش شد، میخوام اینو براتون بگم. زمانی که تخت جمشید رو میساختن، کارگرای زن از اون مرخصی زایمان از ماه ششم حاملگی تا شش ماه بعد از زایمان با حقوق کامل استفاده میکرد. الوایی که در آوردن و خوندن مشخص کرد. و کارگرای سوری چون موسیقی میزدن و آواز میخوندن تشویق میکردن، آخر هفته یک کوزه شراب اضافه دستمزد میگرفتن. ایرانی ها اینجا بودن. آقای روحانی رفتن و از فرهنگ ایران تجلیل کردن و گفتن این نشانه عظمت ملتی است. ملتی که آقای خامنه ای اجازه ندادن وقتی خاتمی خواست نوروز رو در تخت جمشید جشن بگیره و قرار بود رؤسای جمهوری آسیای میانه، آذربایجان همه بیان در این مراسم شرکت کنن، جلوش رو گرفت و برگشت اون حرفا رو علیه گذشته ایران زد. نوروزی که تخت جمشیدی که همون آقای مطهری هم در علیهش صحبت کرده و دیگران و دیگران و همه این گبرای آتش پرست از ایرانیا صحبت کرده. اما وقتی پای تزویر پیش میاد، یه دفعه آقایون ناسیونالیست میشن، مثل همین کارهایی که اخیراً دیدیم دارن میکنن. و ببینید آقای چالنگی، من همیشه مبنا رو اینجوری میگذارم، خیلی خوبه آقای روحانی بره از تمدن ایرانم تجلیل کنه تو تخت جمشید بره، اما به ما دیگه نخوان بگن که اینا از سر صدقه و اینا ریا نیست. یک حکومتی که از ابتدا بر پایه تزویر و ریا بنا شده، تزویر همش تزویره دیگه، چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. از روز اول آقای خمینی تزویر کرد، به دروغ به ملت حرفای زد، بعدم گفت تو پاریس اینو گفتم اینجا اینو میگم. آقای خامنه ای که اومدن به خاطر گذشته شون
ارتباطی که با فرهنگ و ادبیات و موسیقی داشت، مردم گفتن این یکی دیگه از اون آخوندها نیست. متاسفانه روز اول که قبای ولایت برتنشون کردن، آقای خامنه هم شد یه چیزی بدتر از خمینی، تظاهر به زهد و تقوا و هیچ لزومی نداره بیان بگن آقا شب نماز شب میخونه تا پنج صبح، هیچ لزومی نداره. کسی که نماز شب میخونه اعلام نمیکنه، به هیچ کس هم نمیکنه. خب آقای سازگار، فرهنگ که فقط رفتن دیدن از تخت جمشید که نیست، به عنوان رئیس دولت چرا اقدامی تا به حال نکرده آقای روحانی در یک نظامی که امکان پذیر هست؟ و فقط نمیشه توجیه کرد که مجریه در نمیدونم قضاییه دخالت نمیکنه، چرا اقدامی برای آزادی وبلاگ نویسان ایشون نکرده؟ چرا اقدامی برای اینکه جلوی این همه سانسور مطبوعات و کتاب و بقیه مطالبی که ناشر فرهنگ هستن رو که وجود داره ایشون هیچ اقدامی به عمل نیورده؟ دولتش همچنان سختگیرانه مانع انتشارات میشه، انتشار فرهنگ، حتی فیلم، تئاتر و بقیه امور فرهنگی. بله، آقای روحانی اگر از خودشون بپرسین میگن که یک استراتژی سه مرحله‌ای قرار دادن. مرحله اول میخوان مشکل هسته‌ای رو حل کنن، بعد مشکل اقتصادی رو حل کنن، و بعد اون وقت با قدرتی که پیدا میکنن و محبوبیتی که پیدا میکنن بیان سراغ مسائل فرهنگی و سیاسی و حقوق بشری. و الان اگه به خود ایشون بگین قاعدتا میگه که من بذار اول هسته‌ای رو حل کنم و بعدم دستم بسته است و خودم هم پام در هواست. ولی به نظر من ایشون اگر چون این استراتژی هم داشته، اشتباه این استراتژی و این روش ره به جایی نمیبره. برای اینکه این مسائل از همدیگه جدا نیست و قدرت اصلی که یک سیاستمدار در ایران یا هر جای دیگه دنیا میتونه داشته باشه قدرت مردمه و مردم رو باید با خودش همراه کنه. به هر حال 18 میلیون نفر به آقای روحانی رأی دادند و 15 میلیون نفری هم که اصلا رأی ندادند بالقوه میتوانستند پشتیبان آقای روحانی بشن اگر ایشون پا پیش میگذاشت و میایستاد. از ابتدا این سه مرحله‌ای که برای خودش در نظر گرفته را همه رو در یک برنامه منسجم با هم پیش می‌برد، یعنی دفاع از حقوق مردم، دفاع از فرهنگ مردم، دفاع از کنسرت آزاد موسیقی، اینکه خانم‌ها بتونن در ارکستر موسیقی بزنن و نیان بکشنشون پایین، دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و کسانی که در هستن، و ده ها مورد دیگه، کتاب، سینما، فیلم، غیره، جدا از دفاع از حقوق اقتصادی مردم نیست. به این دلیل من فکر میکنم که آقای روحانی خودشون سنجش افکار که میکنن دستگاه های خودشون نشون میده که محبوبیت ایشون 14%، 15%، ماکسیموم به 20% میرسه، در این رنج نوسان میکنه و تعجب هم خودشون میکنن از اینکه چرا این محبوبیت بالا نمیره. برای اینکه به نظرم تعجب هم نداره، باید نگاه کنن به عمل کردشون ببینن که چه کاری برای این مردم کردن. و متاسفانه باید گفت در سال 94 که در پیشه وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر خواهد شد و داستان هسته‌ای هم مطمئنن با این مشکلات که از موسکشی هایی که خود آقای خامنه یا اعوان و انصارش میکنند و نمایندگان مجلس و مجموع اتفاقاتی که داره میره، اون هم به جایی نمیرسه. نتیجه کار این است که آقای روحانی به نظرم روز به روز زیر پای خودش رو سست‌تر خواهد دید اگر تغییر روشی نده. آقای نوریزاده، من و شما که جای خود داریم، آقای سازگار هم همینطور و بسیاری دیگه، اما بینندگانمون هم حتما این نکته رو میدونن که
رفتن آقای روحانی به تخت جمشید و این حرفا بدون گوشه چشم آقای خامنه ای نیست یا بدون مجوز ایشون میتونه نباشه. بله، حالا هست یا نیست بحث دیگه. بله. اما آیا این نمیتونه مرتبط باشه با اونچه که جمهوری اسلامی در کشورهای مثل یمن میکنه؟ در نتیجه اینجا نیاز داره یک مقدار احساسات ناسیونالیستی مردم رو ببره بالا. کاملا درسته. و در یمن چه میکنه؟ کاملا درسته. ببینید، اولا این نکته رو من بگم، ایجاد یک فضای ضد عربی بدون توجه به مخاطر و تهدیدهای این در آینده، برای که ما کشوری هستیم کثیرالاقوام و در اونجا عرب‌های ایرانی اولا وفاداریشون رو به این آب و خاک ثابت کردن. شما به عنوان یک بختیاری در مناطقی هستید که عرب‌ها هم هستن. بله بله. و دیدید خودشون رو از من و شما خیلی هم ایرانی تر میدونن، یعنی هرگز تمایلی به جدایی نداشتن. حالا چهار تا دونه آدمی که یک پول بهشون میده میرن از سلفیای عراق پول گرفتن، رفتن پرچم جدایی گرفتن، اون دلیل بر اکثریت بچهای خرمشهر و آبادان و اهواز و خوزستان هویزه نیست. در جنگ ایران و عراق کاملا نشون داد بچه‌هاشون کشته شدن، رفتن جلوی تانک عراق. حالا رژیم الان داره این جو ضد عربی رو ایجاد میکنه، از اون ور تو قانون اساسی زبان عربی فلان 50 تا رادیو تلویزیون عربی دارن و از اون ور این جو رو که با اون داستان ساختگی تجاوز به دو تا جوان ایرانی شروع شد که من اصلا تجاوزی در کار رئیس سازمان حج هم اقرار کرد. بله، آقای قاضی عسکر گفتن. منظورم اینه این جو رو تو کشور ایجاد کردن که شکستشون رو در یمن بپوشانن و همینطور بازی اتمی رو یه سرپوش روش بزنن. این جنجال از اونایی بود که آتیش برگشت به طرف خودشون، صدها هزار جوک و نکته و اصلا آدم عجیب غریب بود دیگه، خود حج هم رفت زیر سوال از جانب مردم. بنابراین رژیم حالا افتاده به این نمایش‌های ملی‌گرایی. بله، ما در خلیج فارس مسلطیم. خب شاه که بود چرا بس ایراد میگفتیم به ژاندارم خلیج؟ چرا اینو بهش میگفتین؟ ایران وقتی رفت در سلطان نشین عمان به یاری سلطان قابوس، گروه‌های چپی تمام این دار و دسته‌های مخالف، بله این شاه داره مداخله میکنه در کشور دیگر، نمیدونم عامل استکبار و استعمار و فلان، خودتون چرا میرید؟ شما تو یمن چی کار دارید؟ ببینید در یمن امروز گزارش سازمان ملل رو میدیدم، از سال 2009 جمهوری اسلامی داره حوثی ها رو آموزش نظامی میده، اسلحه میفرسته. برای چی؟ حوثی ها مگه نیاز به اسلحه داشتن؟ جزئی از ملت یمن بودن. امام بدر یادتونه و پسر پدرش یحیی، اینا همه زیدی بودن، همه زیدی بودن. بله. و خیلی هم رابطه نزدیک با عربستان داشتن. بنابراین همچی چیزی نبود که بگن اینا زیدی شیعن جدا از سنی ها. تمام عادات و رسوم زیدی ها شبیه سنی هاست، به ما اصلا شبیه نیست. یه دفعه جمهوری اسلامی اومد دیروز، آقای دکتر احمدی نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه پزشکی کرمان دعا میخوندن که ای منتظران ظهور، اصلا حوثی ها منتظر ظهور نیستن، منتظر هواپیمای ماهان ایرن که براشون اسلحه ببره. منتها جلوی هواپیما رو هم گرفتن دو نوبت، 8 تا کشتی فرستادن برگشت، حالا 2 تا ناو فرستادن. این پهلوان پنبه بازی ها به جایی نمیرسه. رژیم جمهوری اسلامی در یمن باخت، ضربه سنگینی خورد. آثار این ضربه رو تو سوریه خواهیم دید. الان شما میبینید در سوریه با ورود امریکا و اتفاقی که بین سعودی‌ها و ترک‌ها شده و قطری‌ها، روز به روز اپوزیسیون سوریه بیشتر دارن میرن جلو. ولی دست بردار نیست در یمن، همچنان داره ادامه میده. ولی میخواد بکنه، یعنی تلاش میکنه ولی جلوش گرفتن. یه نکته رو شما اشاره کردین راجع به جوک‌هایی که ساخته شد راجع به این مسئله دو جوان ایرانی. یادتون هست آقای سازگارا هم قطعا میدونه که در زمان ما حتی مرجعیت هم یه احترامی داشت. اصلا جوک نسبت به دین، پیش نماز مسجد هم برایش هم جوکی نمیساختن. الان مونده بود احترام حج، همه چی، همه چی هم بره مرجعیت و همه اینا که جوک ساخته بودن. آقا مرجع وقتی شکر فروش میشه، یکیشون کارخانه کندوم داره، شما میخواید مردم احترام بهشون بذارن؟ مرجعیت و بله بله. کارخانه کندوم، بله بله، آقای امامی کاشانی، بله آیت الله امامی کاشانی، آقای دکتر یزدی، آقای آیت الله یزدی کارخانه لاستیک سازی دنا رو داره.
هر کدوم یه کارخونه دارن و شدن تاجر. آقای سازگار اشاره کردید به اینکه وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد، چرا؟ برای اینکه آقای چالنگی وضعیت اقتصادی وابسته است در واقع به تولید داخلی ما و امکان وارداتمون و درآمدهای ارزیمون با امان. الان در سطح واردات تولید نفت ایران هولوش 1,000,000 بشکه است. قیمت نفت به نزدیک نصف کاهش پیدا کرد چند روزه، یک کمی بالا رفت، ولی باز هم با اون عدد رویایی بشکه 110 دلار خیلی فاصله داره و در نتیجه درآمد ارزی کشور پایینه. تحریم ها قوز بالای قوز امکان گرفتن اعتبارات بین المللی، خرید آسان و راحت از هر سورسی در دنیا بخوایم و همکاری های اقتصادی مهیا نیست در عرصه اقتصادی. بسیار بسیار تجار ما، صنعتگرای ما در مضیقه و دشواری هستن. جواب سلامشون رو خیلی از شرکت های دنیا اصلا نمیدن، خیلی بانک ها اصلا حتی عارض از تحریم ها هم اگر باشه، قانونی و طیب و طاهر هم باشه، اصلا حاضر نیستن با ایران کار بکنن. در نتیجه وضعیت تامین مواد، تامین قطعات و تجارت و صادرات و واردات و غیره با دشواری مواجه. در عرصه داخلی مسئله بانک ها که نمیتونند اعتبار بدن، نزدیک به 100,000 میلیارد تومان آخرین عددی است که گفته میشه پول بانک ها رو بدون هیچ وثیقه و سپردن هیچ ضمانتی یک عده خاصی گرفتن و خوردن و پس ندادن. نتیجه این که بانک ها از نفس افتادن در آستانه کلاپس و فروپاشی نظام بانکی کشور هستیم و چون بانک نتواند فانکشن خودش رو داشته باشه، پول خورد مردم رو جمع کنه و برای سرمایه گذاری اعتبار بده، رونق نمیشه و اقتصاد دچار رکود میشه. اقتصاد امریکا وقتی در سال 2008 به دلیل اشتباه بزرگ بانکهای امریکا داشت میرفت دچار بحران بشه و دنیا رو هم در بحران فرو ببره، حرکت سریع آقای بوش، آقای هنری پالسون و برنانکه، این سه نفر دست به دست دادن. واقعا ظرف یک هفته اولین کاری که کردن این است که 800 میلیارد دلار در بانک‌های امریکا تزریق کردن از پول دولت. بانک‌ها جون گرفتن، اصلاح کردن خودشونو و سرخ اقتصاد امریکا به حرکت در اومد تا همین امروز که الان شاید اقتصاد امریکا در رأس اقتصادهای بزرگ دنیا بیشترین رشد اقتصادی رو داره کماکان تجربه میکنه. در ایران چون این چیزی نیست. در نتیجه دولت هم دیگه پروژه های عمرانی بودجه نداره تزریق بکنه. برای همین یارانه ها کار غلطی که آقای احمدی نژاد سنگو توی چاه انداخت، 17,000 میلیارد تومان فقط کسری در همین امسال داره، نزدیک به 1/3 پولی که بعد بدن اصلا نداره دولت بده. و نتیجه کار این که دولت پروژه های عمرانیش هم خوابیده، یک رکود عمیق و گسترده کشور رو فرا گرفته. کارخانجات تعطیل میشن، نزدیک به 10% کارخانجات به کل تعطیل شدن و نیمی از کارخانجات کشور، نیمی از 84,000 واحد صنعتی کشور با زیر ظرفیت 30% کار میکنن، یعنی در واقع عملا تعطیلن. بدبخت مدیر یا صاحب کارخونه فقط یه چراغ روشن نگه میداره اینکه نگن تعطیل شده. بنابراین این رکود گسترده تولید ناخالص داخلی ما رو میاره پایین. نتیجه این که کسری بودجه و نقدینگی باد کرده کشور هم مزید بر علت، در نتیجه یک تورم بزرگ هم به وجود اومده و بدتر خواهد شد. و همه اینها وقتی دست به دست میده میبینیم که دورنمای اقتصاد ایران، وضعیت فعلیش و آینده قابل پیش بینیش بسیار بسیار تلخ و تاریکه. و اون وقت جالبه در این جایی که هر کجای دیگه دنیا باشه که تورم 30-40% داره و بیکاری 24-25% مسئولینش خواب و خوراک نباید داشته باشن، هیچ دعوایی با
هیچ کجای دنیا نباید داشته باشن. شب و روز باید همه با همه آشتی کنن، با همه رفاقت کنن، مشکل مردم حل کنن. این حضرات مملکت ما، آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارشون، یا دارن تو سر مغز همدیگه در داخل میزنن یا مراقبن مبادا یه اتفاقی بشه مشتبه فردا نیاد سر کار، یا دارن در منطقه دعوا درست میکنن و کشتی تجاری رو میگردن و متوقف میکنن، و یا در داخل های چالنگی به مسائلی سرگرمن، مسئله روز کشور ظاهرن شده اپیلاسیون خانوم ها و بردن موی زاید، فتوای آقای خامنه‌ای و غیره باید منتشر بشه که این حکمش چیه در واقع. یعنی واقعا آدم در تاریخ این خونچاهان قافلی که دشمن پشت دروازه هاشون بود، مردم فقر و گرسنگی بودن، فکر مثلا ادای میمونشون یا سگشون بودن، باور نمی کرد. این رفتارها رو که میبینه میبینه اونا پیش این کارا واقعا هیچ محسوب برداشت. آقای نوزاده اشاره کردیم به کشتی، حالا میرسیم به اون مسئله فساد و فساد مالی. به نظر میرسه با این کارهایی که در یمن میکنه جمهوری اسلامی، در سوریه، در عراق، در قضیه لبنان، بله، و توقیف این کشتی به اصطلاح آمریکایی، به نظر میرسه همچنان جمهوری اسلامی دنبال یک ایجاد یک بحران تازه میگرده. ببینید اینا دو این کاملا درسته. اولا من یه توضیح بدم که آقای روحانی گفته بودن بودجه عمرانیمون رفته بالا، اینقدر میره بالا با وجود نبودن پول. خب رقم آدم میتونه بگه، ولی همون روز فهمیدیم 100% بودجه نظامی رفته بالا. برای چی؟ میخوایم بجنگیم؟ مردم میخوایم ببریم توی جنگ خونین 8 ساله دیگه؟ و اینو بهتون بگم، دستت که نمیرسد به بی بی، دریاب کنیز مطبخی را. تو یمن آبروشون میره، تیارشون رو راه نمیدن، آرزوشون بود این هواپیما رو سعودیا بزنه، کاملا پیدا بود. یعنی خلبانه میگفتن برو بیرون، میگفت نه میخوام برم، که آخر رفتن باند فرودگاه رو زدن که نتونه بشینه. همه گفتن آقا برو تو اجازه نداری، میگفت ما اجازه گرفتیم. از کی؟ از عبدالملک حوثی. عبدالملک حوثی شورشی حاکم یمن نیست، از ائتلاف نگرفته بود. نه خیر، اجازه نگرفته بود، همینجور راه عمان فرستاده بودن، هواپیما میرفت. سعودی ها اختیار دادن هواپیما جنگیشون، عاقبت دیدن این ولکن نیست، باندو زدن. اینا آرزوشون بود هواپیما رو بزنن، یک آشورای کبرای دیگه را مینداختن. الانم ببینید رفتن یک کشتی تجارتی آمریکایی رو که پرچم جزایر مارشال رو بالا برده، به این بهانه که حسن آقا طلبکار بوده از حسین و شرکت فلان، ما این کشتی رو توقیف کردیم. اولا برای توقیف یک کشتی یا هر چیز خارجی که داره میره، شما احتیاج به یه قانون بین‌المللی دارید. شما همینجوری نمیتونید دادگاه بلخ جمهوری اسلامی در مثلا یلغوزآباد یه حکمی صادر کرده، شما برید یه کشتی خارجی رو ضبط کنید. یعنی یه مرجع تقلید نمیتونه مثلا ربانی فلان فتوا بده کشتی آمریکایی؟ بله، برای خوش فتوا میتونه، ولی کشتی آمریکایی نمیشه توقیف کرد. اینه که حالا من به تو عرض میکنم با خفت و خاری هم کشتی رو برمیگردونن، آزاد میکنن، چون از اون ور آقای اوباما کنگره گریبانش رو گفته آقا چی داری میگی تو با این رژیم میخوای صلح کنی؟ این رژیم اصلا صلح سلش نمیشه. شما این توییترها رو دیدید رد و بدل شده بود بین آقای ظریف و سناتور آمریکایی. آدم واقعا بعد آقای ظریف میگفت مردانگی مردید کو مثلا یه همچین چیز، اسباب تأسفه. یعنی همه چی دروغ تجاوز. این بحران رو برای چی میخواد؟ حالا گیرم که کشتی رو حتی دو تا تیرم زد، کشتی آمریکایی واکنش نشون داد، بعد بحران. یا در یمن چه چیزی رو به چه رژیم هدفی است؟ رژیم ببینید یه حشراتی از حشرات الارض، اینا تا چاله و گودالی گندی نباشه زنده نمیتونن بشن. داستان عقاب یادمونه که زاغه میگو بیا از این مردار بخور، میگفت نه گند و مردار تو رو عرضه. اینا با مردار زندن، با بحران. شما از روزی که خمینی پاشو توی مملکت گذاشت تو ایران، از روز اول بحران ایجاد کرد تا روزی که مرد. چرا؟ یعنی چرا نیومدن بعد از یک مدتی بگن آقا بحران کارساز نیست، این پولایی که خرج جنگ میشه، سوریه میشه، این میشه، اون میشه، اینو بدیم به همین کارگرای. یعنی یه بار آقای خامنه‌ای، ببخشید، یک بار آقای خامنه‌ای نیومده
اینی که میگن دیگه در مجلس عمر خلیفه مسلمانان بوده، عربی که نشسته، مسلمانی که نشسته، پاشد گفت اگه به راست نرید از خود آقایون شنیدیم. چرا یک بار آقای خامنه ای به جای زندانی کردن این کارگران نمیاره بپرسه آقا شما چی میخواین، خواستتون چی هست، این پولا رو چرا نرفتن به طرف این مسئله خرج کنن؟ که من نیاز به بحران نباشه. من بارها گفتم، بازم میگم، خیلی هم ممکنه با حرف من موافق نباشه، اهالی ولایت فقیه ایران رو یک سرزمین اشغال شده میدونه و بر این باورن که فرصت کوتاهی دارن. 35 سال، 40 سال، 50 سال در تاریخ یک ملت زیاد نیست، بعد اون وقت 2-3 هزار سال باید پس بدن. اینه که از این ملتی که اشغالش کردن میمکن، دارن تمام ریسورس، تمام ثروت رو میبلعن. یعنی محسنی اژه‌ای که قبل از انقلاب آه نداشت با ناله صدا کنه، تو اون سالهای اول انقلاب یه دستش دراز بود که یکی بهش بده، امروز یکی از مالتی میلیاردرهای جمهوری اسلامی و منطقه. بله، فقط ساختمان برادران افراشتره که گرفته به ضربه دگنک و شکنجه، خود اون ساختمان میلیاردها میارز. یه همچی آدمی شما در نظر بگیرید، یک چنین آدمی معاون قوه قضایی است، جانشین رئیس قوه قضایی است، اون رئیسی دزد کبیر، دادستان کل کشوره بعد از محسنیجی اون مجاش، و هر جا نگاه میکنید مرتضوی، هی میگن محاکمه مرتضوی، خبری نیست با. چرا مرتضوی به زندان نمیره ولی یه بیچاره ای که آفتاب دزدی کرده میره زندان، یا اونی که پشت و پناه نداره مثل معافرید امیر خسروی اعدام میشه، مثل مرحوم فاضل خداداد اعدام میشه. بنابراین ببینید آقای چالنگی، نظام ما در بحران زندگی میکنه. الان فکر میکنن اگه آمریکا یه تیری به تخته بزنه، داستان مذاکره به هم میخوره، جنگ و جدال در منطقه بزن و بکوب، و مردم هم دیگه ساکت، مجبورن، جنگ ایران در معرض خطر قرار گرفته، اصلا براشون مهم نیست که هواپیمای اسرائیلی بیان و تمام ایران رو بمباران کنه. یعنی رفتن به تخت جمشید هم تو این منظر باید بهش نگاه کرد. بله، به هر حال حماسه ایجاد میکنه دیگه، مردم رو، ارق ملی رو بجوشون. ببینید ما اومدیم در پیشگاه داریوش، داریوش که پیرو گبر بود و آتش پرست و باید این را خراب کرد، خلخالیتون اومد ویران بکنه، خدا پدر. یه فکری به حال اون دعای داریوش بکنین که ما رو از دروغ و خشکسالی که هر دوش گرفتار ایران شده، هر دو گرفتار شده ایران. آقای سازگارم، بین این نکته، این آقای خامنه‌ای هم باز راجع به فساد صحبت کردیم، بحث آقای مرتضوی شد و بحث این که مسئولان میان، مثل این رکوردهای جدیدی است و باعث خوشحالی مردم باید بشه، هر از چنگایی میان یه پرونده جدید. همین پریروز بود با در مورد بوشهر صحبت کردن که 160 و نمیدونم چند میلیارد تومان اختلاس شده توی کشوری که من، همه ما از مرگ هر جوانی ناراحت میشیم در اثر تصادف، حتی نوه آقای ربانی املاچی، شیرازی. نوه چند تا ربانی داریم ما؟ چندی داریم. به هر حال در خیابون‌های تهران با سرعت 200 کیلومتر پورشه، من نمی‌دونم چقدره قیمتش، شما می‌دونید پورشه گرونه در ایران؟ نمی‌دونیم چقدره، می‌تونیم بگیم گرونه، میلیارد دیگه، میلیارد. به هر حال ویراج دادن همون خیابون‌هایی که در کنار پیاده‌روها شب‌ها کودکان می‌خوابن، کودکان ایرانی اونجا می‌خوابن. چجوری میشه ویراج داد، از کنار اینها گذشت، پول اونها تبدیل به پورشه و بقیه چی داشت؟ حالا سوال این هست که این پرونده های فساد، آقای خامنه ای که میگه به ابتکار احتیاج هست، به عمل احتیاج هست برای مبارزه با فساد، واقعا چرا هیچ کدومشون به سرانجامی نمیرسه که بیان بگن آقا این پول آقای فلانی مرتضوی دزدیده، مال کارگران گرفتیم، اینم ابتکار و عمل داریم میدیم به کارگرانی که محتاج نان شبن به جایی که بفرستیمشون زندان؟ چرا این کار نمیکنه؟ برای اینکه خیلی ساده، مثل کسی دزدی میمونه که بلند شه اون وسط بگه آی دزد آی دزد، اون داستان معروفی که به مولا نصرالدین درش هستش. ببینید
این وزیر کشور آقای رحمانی فضلی اومد مطرح کرد که آقا پول قاچاق 20 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد کشور میشه، 6 میلیارد دلار درآمد قاچاق مواد مخدر و حدود 8 میلیارد دلار هم درآمد قاچاق سوخته. یعنی اعداد جمع بزنید میشه مثلا 34 میلیارد دلار حجم قاچاقی است که کلانش در کشور اتفاق میفته. همه هم میدونن آقای چالنگی سر هر سه این عددا، هر سه کار در واقع قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر، دست سپاهه و یه شریک هم داره، اونم بیت رهبریه. این آقای وزیر کشور فکر کرده بود که این رو مطرح کرد و گفت آقا این پولا میاد یه سرش هم میره توی سیاست، میره تو انتخابات و انتخابات رو هم آلوده میکنه. آقایون مجلسی ها براشفته شدن، سر صدا کردن، برای اینکه دامن خودشون هم گیره، یعنی همشون از این پولا گرفتند، اکثریتشون، حالا شاید معدودی استثناء باشن، و آلودن به این پول ها و این قاچاقچی های دولتی و حکومتی. آقای وزیر کشور قرار شد بره در مجلس توضیح بده. 24 ساعت مونده به اینکه ایشون بره توضیح بده، از بیت رهبری گوشش رو گرفتن، گفتن نمیشه راجع به این حرف بزنی. ایشون رفت در مجلس، اصلا بدبخت مثل همیشه دیواری کوتاه‌تر از دیوار بچهای مطبوعات پیدا نکردن، گفتن اصلا این مطبوعاتی ها حرف منو بد فهمیدن، بد جلوه دادن و بنده این حرفا منظورم نبوده. و بعدم به قول بعضیا گفتن ایشون کاشکی نمی کرد این کارو و نشون داد که شجاعتی نداره و ای کاش آقای وزیر کشور به جای این حرفش رو میزد، بعدم از همون تریبون می اومد پایین و استعفا میداد و میرفت، دست کم یک اسمی ازش میموند که جلو یک ناراستی ایستاده. خیلی روشنه، برای اینکه چاقو دستش رو نمیبره. حضرات خودشون این کارا رو دارن میکنن. های چالنگ در منشأ این فسادها آقای نوریزاده در قوه قضاییه توضیح دادند که رئیس دوزده اونجان، آقای صادق لاریجانی و اخوان لاریجانی مسئله گرفتن زمین و اون برادرشون که از همین آقای مرتضی پول میخواست بگیره و غیره و غیره، اینها دیگه به آفتاب افتنده شده و خدا میدونه چقدر موارد دیگه هست که کسی مطلع نیستش. و به هر حال ببینید، فساد در اقتصادهای اینچنینی که به رانتخوری و امتیازات ویژه آغشته میشه، بعد از یه مدتی فرایند پیچیده‌ای هم میشه آقای چالنگی که مبارزه باهاش یه عزم بزرگی میخواد، پشتیبانی مردم رو میخواد، تغییر قوانین رو میخواد، مطبوعات آزاد میخواد، احزاب رقیب میخواد، قوه قضاییه منتخب و مستقل میخواد و اقتصاد بازار و به معنی مارکت اکونومی، اقتصاد آزاد میخواد و رقابتی و ده ها کار دیگه که اتفاقا در دنیا خیلی هم روش کار شده. من یه موقعی حالات راجع به این رو برای این مؤسسه سایت به فارسی ترجمه میکردم و خیلی یاد گرفتم از اینکه چقدر در دنیا فرایندهای پیچیده و کارکرده تمرین شده هست برای اینکه با پدیده فساد اقتصادی مبارزه بشه. در ایران نه فقط هیچ کدوم از این کارها نمیشه، بلکه عزمش هم نیست. و به نظر من این حرفی که آقای خامنه ای میشینه میزنه و بعدم حرف بدتری که در همون صحبتش میزنه، دوباره مدل کره شمالی، ما بریم خودکفایی بکنیم، بریم نمیدونم خودمون تولید کنیم، این حرفای 35 سال ایشون باز یا متاسفانه باید گفت بسیار نادانه یا بسیار ریاکاره، چون 35 سال این حرفا امتحان شد. در همون دهه 60 معلوم شد که آقا این سیاست خودکفایی و اقتصاد پشت درهای بسته اصلا جواب نمیده و فایده ای نداره، باید با چرخ دنیا بچرخی، شما در فرایند جهانی تولید اقتصاد و فرهنگ باش. این دوباره همین حرفایی که هیچ فایده هم نداره و به نظر من فقط و فقط برای یک منبر رفتن به درد میخوره که
آقایون البته استاد منبر رفتنم و بیشتر از همه سیاستمدارای دنیا حرف می‌زنم. حدود 6:50 بعد از ظهر در لندن، استودیوی مرکزی ایران، فردا تفسیر خبر. پی خواهیم گرفت تا لحظات دیگه. آقای نوریزاده عزیز، اون سوی خلیج فارس در عربستان، بله، تغییرات کم سابقه ای میشه گفت در نظام حکومتی ایجاد شده. یه نوع جوانگرایی هست. بله. مرتبط با اوضاع منطقه است. هدف چی هست؟ حضورتو عرض کنم آقای چالنگی، اولا این تصویری که نشون دادن دلشون تنگ نشد. اون بازار رو من دیدم. بله. خیلی دلم تنگ شد. بله، در هر گوشه ایران خیلی دلم تنگ دیدنش دلتنگی. گوین که دوستانی که اونجا میگن دلتون باید تنگ بشه، اما در این اندیشه باشید که شما وقتی میایید غریبه اید. و بسیاری در خود کشور در ایران هستن که احساس قربت میکنن و این غم انگیزتر. فرهنگ تظاهر مسلط میشه، آدم میبینه بیچاره حافظ در اون زمان چی کشیده و حالا در یه گشل محدودتر بوده تو کشور. حضورتون عرض کنم، ببینید مطابق قانونی که نانوشته، قانون بیعت و شورایی که سال 2006 ملک عبدالله رسمیت داد، 34 از شاهزادگان سعودی که اولاد بلافصل عبدالعزیز هستند، ملک عبدالعزیز، و اونایی هم که مردن فرزندانشون میان. مثلا میبینید شما در میان ملک فهد نیست ولی پسرش هست، یا ملک خال سلطان نیست پسرش هست، و اینا جمع میشن 34 نفرن و در این شورا تکلیف ولیعت روشن میشه. همیشه اینجوری. اتفاقی که افتاد، امیر مقرن از ابتدا هم مرد ولایت عهد سلطنت نبود، یعنی آدمی بود خلبان بود، اهل شکار، اهل زراعت، و ملک عبدالله خیلی بهش اعتماد داشت، اووردش رئیس اطلاعات کرد، بعد اونجا واقعا من نیستم، اومد بیرون شد مشاورش و بعدم ولیعهد. اظهار تمایل کرده من میخوام برم، و از اولم پیدا بود که مقرن به سلطنت نمیرسه، چون فکر انتقال به نسل دوم، یا در واقع نسل سوم میشه گفت، نوادگان عبدالعزیز، فکر ملک عبدالله بود و ملک سلمان هم پیادش کرد. به این ترتیب که محمد بن نایف که میگوین لایق‌ترین افراد آل سعوده در نسل‌های فعلی، ایشون شد ولیعهد، و امیر محمد پسر خود ملک سلمان هم فکر آیندهش رو کرد، او رو کرد ولیعهد ولیعهد. یعنی محمد بن محمد نایف سلمان وزیر دفاع هست. نه، ولیعهد محمد بن نایف ولیعهد میشه فرزند نایف بن عبدالعزیز. نایف که وزیر کشور بود و خودش ولیعهد بود، ولی عمرش کفاف نداد و درگذشت قبل از اینکه پادشاه بشه. محمد پسرش کسی است که در مبارزه با القاعده و داعش بسیار موفق بود. یعنی شما ببینید پایگاه القاعده از سعودی بوده و امروز قلع و قمعشون کردن به طور کلی، و گهگاهی هم میبینیم یه در رو میگیرن، ولی اغلب اینا رو اون فرمولی که محمد داشت که نتیجه داد این بود که به جای کشتن اینا، اینا رو میبردن در یه مرکزی بازآموزش میدادن، تغییر میدادن، حالا شستجوی مغزی، هرچی اسمشو میذاریم، اون افکار رو پاک میکردن، به جامعه برشون میگرد. الان با اوضاع منطقه چقدر مرتبطه این تغییر؟ ببینید الان در واقع یک نیروی جوان که تند روتر هم هست، معتقد نیست که اگه سیلی زدن سرتو بنداز پایین، نه، میگن سیلی محکمتر بزن، اینا اومدن روی کار، و همین جنگ یمن که محمد بن سلمان ادارشو به عهده داره با حمایت محمد بن نایف، نمونه اینه. سعودی ها قبلا میگفتن یه جوری حلش کنیم کنار بیایم، ولی الان میگن نه بیستیم، و الان بعد از این میرن سراغ سوریه. یعنی یمن اول اینجاست، بعد سوریه است، و الان هم
با کمک‌هاشون رو بیشتر کردن تو سوریه به مخالفان و دارن مخالفا رو یه جوری جمع میکنن با هم در برابر داعش و دولت سوریه. آقای سازگار وقتمون کوتاه است، اما در واشنگتنی که فعلا در این سپردیم دست شما تا برگردیم آقای سازگار عزیز، این هستش که کارگزاران جمهوری اسلامی سعیشون بر این هست در واشنگتن که اینو تبلیغ کنن که حکومت ایران قدرتمند در منطقه، بسیار مؤثره برای حل همه مسائل منطقه، باید حکومت ایران به اصطلاح نقش اساسی داشته باشه و یکی از طرفهای اصلی باشه. این حرف تا چند اندازه درست است؟ سال هاست الان جمهوری اسلامی دست کم دفتر مطالعات استراتژیک سپاه این رو تجویز کرده که این گروه های دوگانه که در منطقه ایران درست میکنه با اینها مثل حزب الله لبنان یا همین حوثی های یمن و غیره با اینها سر میز مذاکره با کارت اینها کهن بگیرن، امتیاز بگیرن و وادار کنن بیان باهاشون حرف بزنن. تا اینجای کار آقای چالنگی هیچ کس این کارت رو نخریده و خیلی راحت دنیا میگن که اینها گروه های تروریستی هن و با تروریست ها صحبت نمی کنیم. یعنی این سیاست هیچ فایده به حال مملکت نداشته. در واشنگتن الان در سنای امریکا اون طرح کورکر کارتر در واقع که نظارت سنا رو، مجلس نمایندگان و سنا، کنگره امریکا رو روی هر قرارداد هسته‌ای با ایران اعمال خواهد کرد در حال بحث. علت اینم که طول کشیده این است که 51 الحاقیه سناتورها پیشنهاد کردن، یکی یکی بعد این الحاقیه ها رو رأی بگیرن. البته سران حزب جمهوری خواه و دموکرات سیاست چون نیست که این الحاقیه ها رو رد کنن و اتحاد دو تا حزب رو نگه دارن. لابی آیپک هم همین رو داره دائما لابی میکنه که آقا چیز اضافه ای بار نکنید، بگذارید که اصل تر تصویب شه که کنگره بتواند به عنوان بازیگر سوم بین دولت امریکا و دولت ایران باشه و نگاه کنه و اعمال نظر بکنه. شاید یکی دو روز دیگه در صحن سنا کار داشته باشه که این تصویب بشه و در مجلس نمایندگان هم قطعا تصویب خواهد شد و به این ترتیب اون وقت کنگره میشه ناظر هر قرارداد که بسته بشه. من یک جمله رو آقای چالنگی فقط در ارتباط با عربستان نقل کنم، در ارتباط با ایران تغییرات عربستان جوری شده که کسایی که مثل آقای عادل الجبیر یا همین آقای سلمان و غیره اینا همگی به شدت با ایران مشکل دارن، زخم خورده هستن از ایران و آقای النعیمی وزیر نفت عربستان به چین سفر کرد، چینی ها رو داره قانع میکنه که نفت رو از عربستان ارزانتر از ایران خرید بکنن. نتیجه این شد که هیئت نفتی چینی که به تهران رفته بود عملا دو هفته سر دوون مسئولین ما رو و گفت من بخوام فایننس بیارم دو سال نیم سه سال کار داره، عملا دست از پا درازتر در واقع مسئولین ایران شدن در جلسات و چینی ها برگشتن. بنابراین این دعوا بین ایران و عربستان ببینید دامنش تا کجاها رفته. لابی آیپک لابی آمریکاییان یهودی هست در آمریکا و بسیار قدرتمند، اثرگذار و به هر حال در برنامه‌های دیگه توضیحات بیشتری خواهیم داد. اما این نوری‌زاده سوال‌ها بسیار وقت اما تموم شد. ولی مهم بود در خدمتون باشیم که بسیار شما دکتر سازگار عالی بود. سالها باعث خوشحالی من هست اینجا هستیم در کنار شما. بقیه همکاران نازنین در برنامه در برنامه‌های دیگه ایران فردا. این برنامه رو تقدیم میکنیم، موافق هستید به کارگران عزیز و گرامی ایران زمین با آرزوی ستار بهشتی. ستار بهشتی تقدیم میکنیم به مادر گرامی ستار بهشتی، مادر گرامی افشین اوسانلو و تمام مادرانی که فرزندان خودشون رو به خاطر اندیشه و تلاششون برای عدالت خواهی در ایران امروز از دست دادن. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز
البوسند و سبلان آسماری کوهساران دراگ الوند کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.